پس شنی ایوانی وراده شکر نظمی خوب است. 60 تا نظمی بدن داخل یک جعبه بندازن که ما ببریم. تشکر استاد. با اجازه. خدا حافظ. اجازه است تازه کنم؟ بفهمید چه خبر هم اگر برش چی؟ پس هم میگم اصلا بسیار فرمان ست بفرم ایران باشه انشالله آجی گرسیم همه جان شیدنی مخاطر چی بود؟ نکنه سالگرد است؟ نه نه دیگه چیز چی شده؟ دیگه چیز هست نکنه برای موتورسیکل خیلی هست همه جان به نظر من اینجا روش نوال شده مقام آورده این بود بخار خب سمه جان خودتان بگیم آره از چه خاطر شیدنی تازه گیریم؟ امروز روز با سعادتی بود روز تولد امام 11 و امام عسکری علیه السلام بود که میخواستم روزی در روز خوشی با شما شریک شوم. ما از شما دوستان میخوایم کسی هست در باره امام عسکری عسکری معلومات داشته باشه که ما بفهمیم که در باره از اطلاعات ما زیادتر شوه. تشکر میکنم از شما سمه جان که روزی پر مهمنت به یاد ما انداختیم و شیرینی بین دوستان و رفیقان با تخش کردیم و با هم نشیجان کردیم و خلاصه مختصری از زندگی نامه امام حسین عسکری را میخوایم برای شما دوستان بزرگوارا توضیح بدم. در رابطه با ولادت امام حسین عسکری اغلب تاریخ نویسان معتقدند که امام حسین عسکری علیه السلام در سال 232 قمری در شهر مدینه شهر پیغمبر چشم به جهان گشود و تا هنوز در چند سالی از سن مبارکشان نگذشته بود، یعنی در سن طفولیت و کودکی بود که با پدر بزرگوارشان امام هادی علیه السلام از مدینه به سامر را توسط حکومت او زمان که عباسی ها باشه به چی میشه تبعید میشه و در منطقه عسکر یعنی لشکرگاه مسکن میگذینه و به همین دلیل که امام حسین عسکری علیه السلام و پدر بزرگوارشان در منطقه نظامی منطقه لشکریان حکومتی یعنی منطقه عسکر که ناچار به سکونت شده بودند ملقب به عسکری شدند و امام حسین عسکری و پدر بزرگوارشان را به لقب عسکری یاد میکنند. در حالی که بیش از 22 سال از عمر با برکت ایشان سپری نشده بود منصب امامت را عهده‌دار میشوند و حدود 6 سال یعنی تا 28 سالگی از 22 تا 28 سالگی با ارشاد و هدایت مردم مشغول میشوند و ایشان در سن 28 سالگی به درجه عالی شهادت میرسند. تشکر سید فروز جان، تشکر بابت تمام معلوماتی که دادی. واقعا معلومات خوبی به ارائه دادید ما و ما خیلی خوب آشنا شدیم. تشکر. دیگه کسی از شما دوستا هست که درباره امام عسکری معلومات داشته باشه؟ فرمایید. در رابطه با ویژگی شخصیتی امام بخوام خدمت شما عرض کنم اینکه امام حسن عسکری امام 11 هم علیه السلام دارای ویژگی و شخصیت والایی بودند از جمله مثلا شجاعت،
مثلا جرأت، صلابت روحی، قوت قلبی، صداقت امثالینا. تواضع و فروتنی یک صفتی است که هر کسی نمیتونه داشته باشه، یعنی هر کس لیاقتش را نداره یا هر کس ظرفیتی داشتن همچین صفتی را نداره که بتونه در وجود خودش همچین صفتی، یعنی تواضع و فروتنی را رشد پرورش بده. در رابطه با همین تواضع و فروتنی باید گفت که امام حسن عسکری به حسن بجه یک شخصی فروتن و متواضع بود. و در همین رابطه یک حدیثی از امام علیه السلام هست که میفرمایند تواضع نعمتی است، یعنی تواضع خودش در اول یک نعمت است. تواضع نعمتی است که نمیشه به او حسد برد. یعنی شما اگه مال داشته باشین یا ثروت داشته باشین، زندگی خوب داشته باشین، مردم به او حسد میبره، کاش ما هم داشته باشیم. ممکن که به هر طریقی بخوای او را از شما بگیره، ولی تواضع صفت یک کس به او حسد نمیبره. تشکر حسین جان، واقعا معلومات عالی دادی. تشکر، ممنون. خب دوستان، کسی دیگه هم هست که درباره امام یا امامی که درباره صحبت میکنیم معلومات داشته باشه؟ من فرمایید بچه. امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند عبادت در زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن نیست. عبادت این است که در امر خداوند متعال تفکر شود. خیلی خوب دوستا، پس فهمیدین که شینی به خاطر چی بود؟ امروز روز تولد امام حسن عسکری علیه السلام، پدر حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بود و ما خواستم که این روزی خود جسره با شما و از طریق شما و با خانواده شما شریک بشازم. پس چی خوب است این روزی با سعادت برای فرزندش امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تبریک بگیم. بله.